اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. ساعت 3:30 بامداد در لندن، 7 صبح در تهران. سلام، جلال فرهنگ هستم و این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. در برنامه امروز میشنویم: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از 4.5 ماه بالاخره اشرف غنی را برنده اعلام کرد، اما رقیبش عبدالله عبدالله نتیجه را تقلبی و خودش را پیروز انتخابات معرفی کرده. تقلبکارا روسیای تاریخ هستند، ما حکومت امشمول تشکیل میدیم. از نشست کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF در پاریس خواهیم شنید که انتظار می رود در جریان آن نام ایران به فهرست سیاه این سازمان بازگردانده شود. و 2 روز مانده به انتخابات مجلس در ایران، بحث تحریم یا شرکت در انتخابات همچنان ادامه دارد. در گزارشی به بررسی این دو دیدگاه می پردازیم. روزنامه های امروز صبح چاپ تهران را هم ورق می زنیم. فعلا مشهور خبرها از فیروزه اکبریان. سلام و صبح بخیر. پس از اعلام پیروزی اشرف غنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، عبدالله عبدالله رقیب اصلی او تصمیم این کمیسیون را غیر قانونی خواند و گفت حکومت همه شمول تشکیل می دهد. ثبات و همگرایی به اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است و ما پیروزی خود را اعلان میکنیم. اشرف غنی هم گفت هیچ کس نمیتواند از چارچوب قانون اساسی خارج شود. لحظه رقابت ها و عریف بودن ها پایان میافتد. لحظه امروز لحظه اشتراک است. اشتراک در کمک به یتیم، به بیوه، به فقیر، به شهید، به مجروح، به ملت که 40 سال زجر کشید. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که آقای غنی با نزدیک به 51% آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری شده و آقای عبدالله حدود 40% رأی آورده. سازمان ملل متحد میگوید در 3 ماه گذشته 500,000 کودک در شمال غرب سوریه آواره شده اند. گفته شده شماری از این کودکان در اردوگاه های پناهجویان از سرما یخ زده و مرده اند. از جمله 1 دختر 1 ساله و 1 پسر 7 ماهه. ارتش سوریه در ماه های اخیر حمله هایش را برای پس گرفتن ادلب، آخرین پایگاه در کنترل مخالفان، بیشتر کرده. رسانه دولتی ترکیه میگوید پلیس عثمان کاوالا، تاجر برجسته ترکیه‌ای و فعال حقوق بشر را ساعاتی پس از تبرئه شدنش در یک دادگاه و آزادی دستگیر کرد. او و 8 نفر دیگر در ارتباط با اعتراض‌های 7 سال پیش به براندازی متهم شده بودند. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. به گفته قاضی پرونده تظاهرات پارک گزی، مدارک لازم برای برقراری ارتباط میان عثمان کاوالا و دیگر متهمان این پرونده با تظاهرات ضد دولتی 7 سال پیش وجود ندارد و آنها باید فوراً آزاد شوند. با این حال دادستانی استانبول بلافاصله با صدور حکم پیگرد آقای کاوالا را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2016 بازداشت کرد. بازداشت و محاکمه ی آقای کاوالا با انتقاد متحدان غربی ترکیه همراه بوده. و به گفته پکن شمار قربانیان ویروس کرونا از 2000 نفر گذشت. با این حال چین میگوید که شمار افراد جدید آلوده به ویروس همچنان رو به کاهش است. حدود 1700 مورد جدید از سرایت ویروس کرونا گزارش شده است. سلام و صبح بخیر. به چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه 30 بهمن برابر با 19 فوریه خوش آمدید. برنامه رو با خبری از افغانستان شروع می‌کنیم. پس از اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات افغانستان، عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی او این اعلام را غیرقانونی خوانده و گفته تیمش دولت دیگری تشکیل خواهد داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که محمد اشرف غنی با کسب نزدیک به 51% آرای معتبر به عنوان رئیس جمهوری افغانستان انتخاب شده و عبدالله عبدالله با کسب حدود 40% آرا در جایگاه دوم قرار گرفته. اما آقای عبدالله با تقلبی خواندن نتایج آرا خودش را پیروز انتخابات معرفی کرده و گفته حکومت همه شمول تشکیل می دهد. نصیر بهزاد از کابل گزارش می دهد.
محترم محمد اشرف غنی را که به تعداد 923,592 رای معادل 50.64% فیصد آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید. پایان انتظار و کشمکش. سرانجام کمیسیون انتخابات افغانستان سرنوشت انتخابات جنجالی ریاست جمهوری را مشخص کرد. کمیسیون انتخابات گفته در انتخابات شش میزان 1,824,000 رای معتبر شناخته شده که 31% رای دهندگان زنان بودند. در هیچ انتخاباتی در دو دهه گذشته آرای معتبر انتخابات تا این حد کم نبوده است. محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان رئیس جمهور منتخب اعلام شد، شام گذشته پیروزیش را با حضور اعضای کابینه، برخی نمایندگان مجلس و هوادارانش در ارگ ریاست جمهوری جشن گرفت. ما قرار است با رفتار نامتعارف، با جرأت، صراحت و فکر به ماحول جدید سیاسی داخل شویم و قرار است جامعه کثرت‌گرا و پرتوان افغانستان طالب را جذب نماید. اسم این روند مذاکرات است. نتایج مذاکرات واضح است، یعنی نمایش قدرت، جذبه و سینه فراخ جامعه و دولت برای جذب طالب و هر گروه دیگر که با تفنگ میخواهد خود را ثابت بسازد. اما نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی رقبای مطرح آقای غنی پذیرفته نشده است. عبدالله رقیب سرسخت محمد اشرف غنی در انتخابات نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را جعلی خوانده و در حضور هوادارانش در قصر سپیدار حکومت جداگانه اعلام کرد. ثبات و همگرایی به اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است و ما پیروزی خود اعلان میکنیم. تقلبکارا روسیای تاریخ هستند. ما حکومت همشموله تشکیل میدیم. گلبدین حکمتیار که در جایگاه سوم قرار گرفته، نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را تقلبی خوانده و گفته نتیجه را نمیپذیرد. رحمت الله نبیل دیگر نامزد انتخابات گفته اگر نتیجه انتخابات مشروع می بود به برنده انتخابات تبریکی می داد. گروه طالبان در اعلامیه برگزاری انتخابات را نمایش جعلی دانسته و گفته تعیین دوباره محمد اشرف غنی در تضاد با پروسه صلح است. هرچند واکنش ها در مورد اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان گسترده بوده، ولی تا حالا کشورهای حامی دولت افغانستان در مورد اعلام نتایج انتخابات و حکومت آینده تبصره نکردند. نصیر بهزاد از کابل گزارش میداد. برای بررسی بیشتر این خبر، علی حسینی خبرنگار ما از کابل به برنامه ملحق شده. علی سلام، صبح در کابل بخیر. بعد از 4.5 ماه بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آقای غنی رو برنده اعلام کرد، اما آقای عبدالله این نتیجه رو رد کرده، گفته خودش دولت دیگری میخواد تشکیل بده. آیا فکر میکنی که به سمت یک بحران سیاسی حرکت میکنیم یا اینکه کم کم این نتیجه تثبیت خواهد شد؟ ببینید، طی حدود 3 ماه گذشته موضوع انتخابات افغانستان به یک جنجال تبدیل شده بود. دیروز هم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی را اعلام کرد، برخی به این باور بودند که این جنجالی که حدود 3-4 ماه گذشته جریان داشته وارد یک مرحله دیگری هم شده و اون همین که نتایج این انتخابات را نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به غیر از آقای غنی کسی دیگه نپذیرفته، از جمله آقای عبدالله رقیب سرسخت آقای غنی. همین موضوع نشان دهنده این است که وارد یک مرحله دیگری شده که بعضی ها از آن به عنوان بحران انتخابات سیاسی یاد میکنند. آقای عبدالله همانطور که در گزارش آمده حکومت خودش را اعلام کرده. دیروز هم که ما از مسئولین ستاد آقای عبدالله پرسیدیم که دولت آقای عبدالله چی، یعنی چی، گفتن که فعلا ما دولت را اعلام کردیم و کار روی این که قدم های بعدی چه باشه جریان داره و در حال بحث روی آن هستیم. از طرف دیگر حامیان آقای عبدالله حامیان نسبتا قدرتمندی هستند که پیش از آقای
عبدالله اونها هم گفته بودن. مثلا جنرال عبدالرشید دوستم از افراد پرنفوذ افغانستان در بین ازبکا، آقای خلیلی، اینا هم گفته بودن که دولت ماضی تشکیل میدهند. همین فضا سبب شده که بگه میره به طرف یک بحران. حالا مهمترین بحث این است که چقدر آقای عبدالله و تیم او میتونه از کارت مردم به عنوان یک ابزار فشاری بر دولت آقای غنی استفاده کنه، در حالی که خود اینها خوشبین به نظر میرسن، اما از طرف دیگه برخی به این نظر هستن که دیگر کارت مردم نمیتونه ابزار فشاری بر برای دستیابی به خواسته های تیم آقای عبدالله باشه. علی، تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بارها از گزینه‌های روی میز صحبت کرده. جدا از این اعلام این دولت همشمول یا دولت موازی، چه گزینه‌های احتمالی دیگه از سوی اونها قابل طرحه؟ ببینید، گزینه‌های احتمالی، یکیش مثلا در دفعات قبل وضعیت مشابهی ما دیدیم، مثلا زمانی که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری همین یک دو ماه قبل اعلام شد و آقای عبدالله او را نپذیرفت، از هوادارانش در سراسر افغانستان خواست که وارد میدان شوند و تظاهرات به راه بیاندازند. مثلا در بعضی، دست کم در 6 ولایت از 34 ولایت افغانستان، دروازه‌های کمیسیون مستقل انتخابات را بستند و مانع تفتیش و بررسی آراش. به نظر میرسه یکی از این گزینه‌ها همین گزینه‌ای هستن که اصطلاحاً میشه از او کارت مردم یاد کرد، و که ببیشه در بحث شمال افغانستان که طرفدارای آقای عبدالله نسبت به جنوب بیشتر هست، میتونه از این حضور نیروها در خیابان‌ها، یعنی مردم در خیابان‌ها استفاده کنه و به نحوی روند حکومتداری رو مانع شه، چیزی که قبلا هم رخ داده. حالا مشخص‌تر باید ببینیم، خود تیم آقای عبدالله میگه که ما گزینه‌های زیاد داریم و در پاسخ همین چندی قبل از اعضای ارشد تیم ثبات همگرایی گفته بودن هر گزینه ممکنی که به ذهن شما برسد امکان دارد تیم ثبات همگرایی استفاده کنه. در عین حال تاکید میکنن که این گزینه ها مدنی هست و فشارهای مدنی میباشه. اما قبلا ما شنیده بوده که مثلا آقای سعادتی معاون آقای عبدالله گفته بود که اگر بر اساس روند فعلی آقای غنی وارد ارگ ریاست جمهوری شود، با زور مردم رو از ارگ ریاست جمهوری خارج خواهیم کرد. ممنون از علی حسینی، خبرنگار ما که از دفتر بی بی سی در کابل با ما همراه بود. اما فرصتی هست که از شما شنوندگان هم دعوت کنم که با نظراتتون در برنامه ما حضور داشته باشید. در مورد رأی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چه فکر میکنید؟ نظرتون در مورد اعتراض عبدالله عبدالله به این نتیجه چه هست؟ این اختلافات فکر میکنید در نهایت به کجا ختم بشه؟ در ادامه برنامه در مورد موضوعات دیگر هم اگر پیام بدید استقبال میکنیم. منتظر پیام های شما هستم. بی بی سی شما در تلگرام، پای پخش زنده برنامه در فیسبوک. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما، بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. برنامه رو با گزارشی اقتصادی از ایران ادامه می دهیم. کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF در پاریس جلسه‌ای تشکیل داده که تا جمعه ادامه خواهد داشت و می تواند برای ایران سرنوشت ساز باشد. نشستی که انتظار می رود در آن پس از 4 سال ایران رسماً به آنچه لیست سیاه این سازمان معروف شده بازگردانده شود. چرا که علی‌رغم تلاش‌های دولت حسن روحانی، ایران هنوز به درخواست FATF برای پیوستن به 2 کنوانسیون بین‌المللی جامعه عمل نپوشانده. مشکل این 2 کنوانسیون چیست و رفتن در لیست سیاه FATF چه عواقبی دارد؟ بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. از نگاه سازمان ملل متحد، پولشویی معضلی چند صد میلیارد دلاری است که چرخه‌ای از جرم و جنایت بین‌المللی پدید می‌آورد. کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF هم 30 سال پیش برای مبارزه با همین موضوع ایجاد شد. تام کیتینگ، مدیر مرکز مطالعات جرایم و امنیت مالی در مؤسسه سلطنتی قوای متحد بریتانیا است. FATF مجموعه ای از 38 یا 39 کشور عمدتاً ثروتمنده که برای همه دنیا مقررات می‌گذارند. نهادی که گروه 7 سال 1989
به دلیل نگرانی آمریکا از استفاده کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین از نظام بانکی بین‌المللی برای پولشویی ایجاد کرد. ولی از اون موقع رشد کرده و مسئولیت‌های بیشتری رو به عهده گرفته. یکی از این مسئولیت‌های جدید FATF اعلام کشورهایی است که قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی را ندارند. فهرستی که در بیانیه‌های عمومی این نهاد منتشر می‌شود و به لیست سیاه FATF معروف است. پس از توافق هسته‌ای، ایران که چند سالی بود وارد لیست سیاه FATF شده بود، موقتاً از آن خارج شد، ولی حالا در آستانه بازگشت کامل به این فهرست است. تام کیتینگ: FATF در مخمصه قرار گرفته، چون سال 2016 در یک تصمیم سیاسی ایران رو از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کرد. این نهادیه که باید تصمیم‌های فنی بگیره نه سیاسی. حالا که ایران خواسته‌های FATF رو برآورده نکرده، باید به لیست سیاه برگرده. مشکل FATF اینه که خیلی از کشورهای دنیا به چشم یک نوع نهاد استعمار نوین می‌بیننش. به جز FATF، مؤسسه حکمرانی بازل هم سالانه شاخصی درباره خطر پولشویی در نظام بانکی کشورهای مختلف منتشر می‌کند. در تازه‌ترین فهرست این مؤسسه، موزامبیک خطرناک‌ترین است، افغانستان چهارمین کشور خطرناک و جای ایران خالی است. گرتا فنر مدیر مؤسسه است که این شاخص را تهیه می‌کند. آیا پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران مثلا از افغانستان راحت‌تره؟ دلیل نبودن ایران در فهرست ما نبود اطلاعات کافیه. نمیتونم درباره تک تک کشورها نظر بدم و مثلا بگم عربستان از ایران بهتره یا بدتر. امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر کشوری وجود داره. کشورهایی مثل استونی و دانمارک رو ببینین که در شاخص بازل به عنوان کم ریسک دسته‌بندی شدن و در لیست سیاه FATF هم نیستن. این کشورها باز هم رسوایی‌های پولشویی بزرگی داشتن. FATF دو خواسته مهم از ایران دارد. یکی عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو، دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند. بیش از یک سال است که دو لایحه پیوستن به این کنوانسیون ها پس از تصویب پرجار و جنجالشان در مجلس و رد شدن در شورای نگهبان منتظر اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران: نمیشه ما یک قانون و مقرراتی که دولت اون رو تصویب کرده به عنوان لایحه داده مجلس، مجلس اون رو تصویب کرده به عنوان نماینده ملت، این هم بین زمین و آسمان بمونه. رهبری که به صراحت میگه که من با لوایح دولت مشکلی ندارم. ما نباید بگذاریم ترامپ موفق بشه، ما نباید بگذاریم تروریست های کاخ سفید موفق بشن. اینا دارن رابطه ایران را با بانک های جهان ترور میکنن. ولی اصولگرایان منتقد دولت معتقدند در صورت پیوستن به این کنوانسیون ها ایران امکان حمایت از متحدان منطقه ایش از جمله حزب الله لبنان را از دست می دهد. هم این گروه و هم هر نهاد دیگری را که آمریکا تروریستی بداند. محمود نبویان دبیر کمیسیون برجام در مجلس نهم بود. FATF دو تا مشکل داره، دو تا آسیب و ضربه به منافع ملت ایران می زنه. یکی به لحاظ اقتصادی کشور رو قفل میکنه. همین روزنه‌ای در دور زدن تحریما دارید، وقتی که شما اطلاعات بدید حتما اینا بسته خواهد شد. این یک مشکلشه. مشکل دوم مشکل امنیتی داره. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان: یه دو تا چهار تا است. یعنی شما اگر CFT رو بپذیرید بایستی بودجه سپاه قدس، بودجه سپاه پاسداران، بودجه وزارت دفاع، بودجه وزارت اطلاعات، بودجه وزارت ارشاد، همه را قطع کنید. البته دوستان ایران از جمله سوریه هم عضو این کنوانسیون ها هستند. گرتا فنر: 188 کشور دنیا این دو کنوانسیون رو به اجرا گذاشتند. پس میشه حد زد عواقب پیوستن بهشون احتمالاً اونقدرها هم فاجعه بار نیست. اینجوری نیست که با پیوستن به یک کنوانسیون یه دفعه یه سیم وصل کنن به سیستم کامپیوتریتون و همه به اطلاعات مالیتون دسترسی پیدا کنن.
لیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران: باید بگی یه مواد مخدری ما یه رد پایی دادیم که معامله شده. ما رد پایی دادیم که یه پولی مربوط به ارتشاء مبادله شده. اون بعد از ما بخواد بگه اطلاعاتو بده، اصلا حق نداره کلی بخواد. باید یه دلایل و قرائنی بده که یه معامله مشکوک به این دلیل، اون وقت از FIU، از واحد اطلاعات مالی ما بخواد که اطلاعات بده. پس از فرمان دونالد ترامپ برای خروج از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا، دسترسی ایران به سیستم بانکی غرب از قبل هم محدودتر شد و بانک‌های کشورهای نظیر چین جای آن را گرفتند. سوال این است که بازگشت ایران به لیست سیاه FATF چه تأثیری روی اقتصادش می‌گذارد؟ گرتا فنر: معمولا شما هزینه صادرات و واردات رو از حساب بانکیتون نمی‌پردازید، بلکه از یک بانک خط اعتباری می‌گیرید. این جور تراکنش‌ها از این به بعد به دقت بررسی میشن و معاملات بین‌المللی اگر غیر ممکن نشن، حداقل به میزان قابل توجهی به تأخیر می‌افتند. لیا جنیدی: بله، الان بانک حتی روسیه هم به ما توجه داده، چین هم به ما توجه داده که اگر رفتید تو لیست سیاه ما مشکل خواهیم داشت. محمود نبویان: اتفاقا الان روسیه خیلی نیاز داره با ایران رابطه داشته باشه. به چه دلیلی؟ چون هم ما تحریم، هم روسیه تحریمه. برای بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، بحث لوایح FATF تنها مسئله حقوقی یا اقتصادی نیست. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: ما باید با این نوع تحریم ها و با این نوع محدودسازی ها مبارزه بکنیم، نه اینکه از اونها تبعیت بکنیم و در اون جهت حرکت بکنیم. تام کیتینگ: آیا کشورها به کنوانسیون هایی که امضاشون کردن عمل می کنن؟ معمولا نه. راستش رو بخواین، اگه من توی تهران نشسته بودم میگفتم بیایید امضاشون کنیم و به همین سیستم فعلی ادامه بدیم. فوقش چی میشه؟ احتمالاً هیچی. مسئله برای تندروها پیام این کاره. اینکه به نظر نیاد که اونا دارن به دستور آمریکا برای پیوستن به دو کنوانسیون عمل میکنن. قصه ای که در ظاهر از پولهای کثیف و مجرمان بین المللی شروع شده بود، در نهایت به سیاست ختم شد. به سوال قدیمی سازش یا سرکشی، همراهی یا برخورد. تصمیم‌های بعدی ایران و FATF در این داستان، حتی اگر اقتصادی یا حقوقی باشند، پیام سیاسی دارند. بهرنگ تاجدین گزارش می‌داد. و حالا نگاهی به روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران بیندازیم که اتفاقاً موضوع نشست FATF هم در آنها انعکاس داشته. فرشته قاضی روزنامه‌ها را ورق می‌زند. بررسی روزنامه‌های تهران رو امروز شروع می‌کنیم با سوختن مترسک FATF از وطن امروز، جلسه سرنوشت‌ساز FATF درباره ایران از اعتماد و در نهایت هم رقابت در نب روحانی از فریختگان. خب، نشست این هفته ای FATF در پاریس و تصمیمی که قراره در مورد ایران اعلام بکنه در روزنامه ها هم بازتاب داشته. شروع کنیم با وطن امروز که از رئیس بانک مرکزی نقل کرده که ورود احتمالی ایران به لیست سیاه FATF بر بازار ارز و روابط تجاری تأثیری نداره. همطور که اشاره کردید، روزنامه وطن امروز اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رو در این راستا دیده که به احتمال زیاد ایران در لیست سیاه FATF قرار خواهد گرفت. اتفاقی که به نوشته وطن امروز نشون میده این نهاد پیش از این که به دنبال کار فنی مبارزه با پولشویی باشه، اهداف سیاسی خودش رو دنبال میکنه. وطن امروز همچنین نوشته با پایان تعلیق ایران از لیست سیاه، عملاً این FATF هست که دیگه هیچ قدرتی برای چانه‌زنی در بین ساختار دولتی ایران نخواهد داشت و تمام دسترسی‌هایی که مکنون دولت ایران برای انتقال اطلاعات برای اونها ایجاد کرده از بین خواهد رفت. روزنامه اعتماد اما برعکس هشدار داده که خطر در کمین ایرانه. روزنامه اعتماد از جلسه امروز FATF نوشته، درباره ایران اون رو جلسه بسیار سرنوشت‌سازی خونده و نوشته با توجه به حساسیت‌های اقتصادی کشور، همچنین نوسانات ناگهانی نرخ ارز، به نظر میرسه ورود یا عدم ورود ایران به لیست سیاه تأثیر بسیار زیادی بر بازارها به خصوص بازار ارز خواهد داشت. بروز شوک‌های کوتاه مدت و آنی یکی از اتفاقاتی که به نظر نمیرسه دور از ذهن باشه و ورود ایران به لیست سیاه به معنای افق دید بسیار کوتاه مدت برای سرمایه گذاران، همچنین ابهام آلوده تر شدن آینده اقتصادی کشوره که آثارش تا نسل‌های متمادی ادامه پیدا خواهد کرد. و در پایان مطلبی که از فرهیختگان انتخاب کردید، موضوعی است که به انتخابات مربوط هست. چه نوشته این روزنامه؟
این روزنامه وجه مشترک فضای سیاسی انتخابات مجلس پیشرو رو نقد دولت روحانی دونسته و نوشته که صرف نظر از تاکتیک‌های رقابتی، مسئله اصلی در انتخابات مجلس در روز جمعه و حتما انتخابات ریاست جمهوری 1400 نسبت جریان‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی با وضع موجوده. مردم از شرایط امروز که ناشی از عملکرد دولت‌های حسن روحانی ناراضی‌اند و برای رأی دهی به هر نامزد انتخاباتی به نسبت اونها با دولت نگاه میکنن. فرخ نگاه معتقده که اصولگرایان اینکه در فضای انتخاباتی کنونی به نقد سریع عملکرد دولت بشینن و کارنامه دولت رو واو به واو به چالش بکشن چیز جدیدی نیست. در 7 سال گذشته سوگیری های روشنی نسبت به دولت داشتن، اما برخواستن اصلاح طلبان از دنده انتقاد به روحانی خرق عادت محسوب میشه و پیشینه چندانی نداره. فرشته قاضی روزنامه های امروز صبح چاپ تهران رو ورق می زد. و حالا توجهتون رو به چند خبر کوتاه از ایران جلب می کنم. قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه احکام نهایی فعالان محیط زیست که بیش از 2 سال است در بازداشتن را اعلام کرد. مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال حبس و هومن جوکار و طاهر قدیریان با همین اتهام به 8 سال زندان محکوم شدند. سام رجبی و سپیده کاشاندوست هم حکم حبس 6 ساله گرفتند. امیر حسین خالقی به اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم شده. علیرضا کوهپایه هم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 4 سال زندان محکوم شده. این در حالی است که وزارت اطلاعات برخلاف سازمان اطلاعات سپاه گفته بود آنها را جاسوس نمی‌داند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه اش درباره وضعیت حقوق بشر میگوید که مقامات ایران طی سال گذشته میلادی حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را به شدت سرکوب کردند. در این گزارش آمده که نیروهای امنیتی از قوه قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده و صدها نفر را کشته و هزاران معترض را به شکل خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت کردند. عفو بین الملل میگوید که بیش از 200 مدافع حقوق بشر در ایران به شکل خودسرانه در زندان هستند و در بسیاری موارد آنها به حبس و شلاق محکوم شدند. و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از کاهش شدید درآمد نفتی و تعطیلی بسیاری از پروژه‌های حوزه انرژی در این کشور خبر داد. آقای زنگنه گفت وزارت نفت با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته، چرا که همه حملات متوجه ماست. آمریکا بعد از خروج از توافق هسته‌ای ایران تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند و اعلام کرد که قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. و حالا نگاهی به سرخط اخبار مهم روز میاندازیم. کمیسیون انتخابات افغانستان محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرده. عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی او اما این نتیجه را غیرقانونی خوانده و گفته تیمش دولت دیگری تشکیل خواهد داد. سازمان ملل متحد میگوید در 3 ماه گذشته 500,000 کودک در شمال غرب سوریه آواره شدند. به گفته مقامات شماری از این کودکان در اردوگاه‌های پناهجویان از سرما یخ زدند و مردند. و به گفته مقامات پکن شمار قربانیان ویروس کرونا از 2,000 نفر گذشت. امروز به تنهایی بیش از 130 مرگ در استان هوبی، مرکز اصلی شیوع ویروس، ثبت شده است. خب به میانه راه رسیدیم. ممنون که تا اینجای کار با ما بودید. در ادامه برنامه 2 گزارش مرتبط با انتخابات پیش روی مجلس در ایران داریم. از گزارش مرکز اسناد و حقوق بشر ایران در مورد انقلاب فرهنگی و محدودیت‌های آکادمیک در ایران میشنویم. گزارشی که 40 سال بعد از آغاز این روند به مرور و ارزیابی اون میپردازه. و طبق معمول چهارشنبه ها سری هم به دنیای موسیقی میزنیم. شیداس به کاویانی تا کمتر از 20 دقیقه دیگر مروری دارد بر ترانه‌های پرفروش هفته در بریتانیا. خب برنامه را با گزارش‌های از ایران ادامه می‌دهیم. فقط 2 روز تا 11 انتخابات مجلس در ایران مانده، اما شور انتخاباتی قابل توجهی ایجاد نشده.
با اینکه مسئولان مردم را تشویق به رأی دادن می‌کنند، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که چندان رغبتی در میان رأی دهندگان وجود ندارد. گروهی می‌گویند که شرکت در انتخابات تنها روزنه موجود برای تغییر است، اما دسته دیگر می‌گویند صندوق‌های رأی بی اثر شدند. حق با کدام طرف است؟ اصولاً آیا تحریم انتخابات می‌تواند بر عملکرد حکومت تأثیر بگذارد؟ فرنوش امیرشاهی در گزارشی که میشنوید به این پرسش ها پرداخته. تبلیغاتی که چندان دلی به دست نیاورد. با وجود تشویق گسترده نهادهای تبلیغاتی و سخنان صریح آیت الله خامنه ای در دادند. هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره باید در انتخابات شرکت کنه. برای بخشی از مردم هنوز زخم وعده های نادیده گرفته شده، سرکوب خونین اعتراض های دیماه 96 و آبان 98 و داغ انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک های سپاه تازه است. رفتارهایی که اعتماد مردم را نشانه گرفت باعث شد از 2 سال قبل تا امروز در اعتراض‌های خیابانی پرتداد علیه نظام و رهبران شعار دهند. با این حال در شبکه‌های اجتماعی بحث بین مخالفان و موافقان انتخابات پر رونق است. گروهی می‌گویند انتخابات شرایطی دارد. در غیابش مشارکت کاری بیهوده و نمایشی و حتی مضر است. دسته دیگر هم معتقدند تنها نتیجه پشت کردن به صندوق بدتر شدن شرایط است و بس. این میان حامیان حکومت که قدرت و تریبون‌های تبلیغاتی در دستان آنهاست، رأی دادن را واجب شرعی و در راستای حفظ نظام می‌دانند. اما موضع احزاب اصلاح طلب خیلی صریح نبود. شورای عالی اصلاح طلبان گفت آنقدر میزان رد صلاحیت زیاد بوده که کاندیدایی برای شرکت در انتخابات باقی نگذاشت. در نتیجه لیست انتخاباتی نخواهند داد. با وجود چنین مباحثی، مسئولان نظام هیچ وقت تحریم یا عدم مشارکت در انتخابات را نپذیرفتند. در نبود نهادهای مستقل، نهادهای رسمی برگزاری انتخابات همیشه میزان مشارکت را بالا اعلام کردند. محمد حیدری تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید: ما چون به صداقت جمهوری اسلامی مثل تمام حوادث سیاسی دیگه‌ای که ما به صداقتش اعتماد نداریم، در این مورد هم اعتمادی نداریم. نکته دوم این هست که اپوزیسیونی که تحریم میکنه انتخابات رو باید برای این مسئله چاره‌ای بیاندیشه، باید بتونه نشون بده که علارغم ادعاهایی که حکومت میکنه تحریم موفق بوده. چنین فضای ناامیدی نسبت به تغییر از راه رأی دادن در بعضی از دیگر دوره‌های انتخابات مجلس هم وجود داشته، از جمله در زمان انتخابات مجلس چهارم، وقتی استصوابی شدن نظارت شورای نگهبان راه رو برای اثر راه برداشتن رقبای سیاسی هموارتر کرد. نتیجهش رد صلاحیت نیروهای چپ معروف به خط امام بود، اقدامی که صدای اعتراض‌های زیادی را بلند کرد. به زنگاه بعدی انتخابات مجلس هفتم بود. بعد از رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در داخل و خارج مجلس. این انتخابات انتخابات نیست و نه مشروعیت داره نه قانونی است. ما هم درش نمیتونیم شرکت بکنیم. این تحصن در خامنه ملت. کار به تحصن نمایندگان مجلس ششم و استعفای دست جمعی آنها کشید. قرائت متن استعفا توسط محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس ششم: ما را چاره ای جز عدم حضور و عدم همراهی در این مسیر و گریزی جز استعفا از عنوانی نیست که از این پس در آن خیری برای ملت و فخری برای خود نمییابیم. با این تصمیم ترکیب مجلس هفتم تقریبا یک دست و نزدیک به هسته مرکزی قدرت شد، موضوعی که با رضایت آیت الله خامنه ای همراه بود. به نظر من مجلس خوب. بعدتر سایه سنگین برخورد و بازداشت گسترده معترضان به انتخابات سال 88 باعث شد بسیاری از احزاب و فعالان سیاسی اعلام کنند امیدی به این انتخابات ندارند و در آن شرکت نخواهند کرد. در کنار گروه‌های سیاسی داخل و خارج ایران که در طول سال‌های بعد از انقلاب 57 در اعتراض به عملکرد حکومت در هیچ انتخاباتی شرکت نکردند.
هرچند در دوره‌هایی هم فراخوان چهره‌های همچون محمد خاتمی فضا را در آستانه انتخابات تغییر داد. و این بار این شما اید که باید تکرار کنید. این بار حتی خبری از فراخوان‌های این چنینی هم نیست. ناامیدی نسبت به تغییر بخشی از مردم را از انتخابات روگردان کرده. سوال این روزها این است که آیا هنوز صندوق رای تنها روزنه موجود برای اثرگذاری است یا تحریم نتیجه بخشتر است؟ محمد حیدری تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید حداقل تأثیری که میتونه تحریم انتخابات داشته باشه تأثیر اخلاقی هست. همین شهروندا در واقع با انتخاب اخلاقی که میکنن یک مسیر اخلاقی جدیدی رو برای آینده باز میکنن و در واقع تحولات تاریخی این هست که اینطور به وجود میاد که وقتی شما در مقابل واقعیتی که در جامعه هست به جای انتخاب در واقع منفعت جویانه انتخاب اخلاقی میکنید، راه باز میشه برای تغییرات بنیادین در آینده. با این حال برای بخشی از بدنه اجتماعی موضوع از این هم فراتر است. شاید همان معنای کمرنگ سالهای اخیرش را هم از دست داده باشد. فرنوش امیرشاهی گزارش می‌داد. اما حالا توجهمون رو معطوف کنیم به مجلس دوره دهم و دیدگاه نمایندگان این مجلس در مورد یک موضوع بخصوص، یعنی اعتراض‌های آبان ماه. اعتراضاتی که به یکی از بحران‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تبدیل شده. این اعتراض‌ها با افزایش قیمت بنزین آغاز شد که واکنش نماینده‌های مجلس را در پی داشت. در پنجمین گزارش از مجموعه گزارش‌های انتخابات ایران، فرین عاصمی نگاهی کرده به واکنش نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی به این اعتراض‌ها. اعتراض‌های اواخر آبان 98، جرقه آن با گرانی بنزین در ایران زده شد و با نارضایتی از حکومت ادامه یافت. به سرعت به یکی از بحران‌های بزرگ سال‌های اخیر حکومت ایران تبدیل شد. با قطع اینترنت و در بی‌خبری جامعه جهانی به شدت سرکوب شد. تیر زدن. من گفتم مشقیه. یا آنطور که مقام‌های امنیتی و حکومتی ایران گفتند، در کمتر از 72 ساعت جمع شد. با شلیک مستقیم ماموران امنیتی بیشترین تعداد معترضان در سال‌های اخیر کشته شدند. حکومت ایران هنوز درباره تعداد کشته‌ها آماری نداده. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع در وزارت کشور ایران اعلام کرده 1500 نفر کشته شدند. افزایش قیمت بنزین در نیمه شب 23 آبان اعلام شد با تصمیم شورای سران 3 قوه. بعضی از نمایندگان مجلس گلایه کردند که چرا چنین تصمیمی به آنها اطلاع داده نشده. از جمله احمد مازنی توییت کرده افزایش قیمت بنزین حتی اگر توجیه اقتصادی داشته باشد به هیچ وجه توجیه اجتماعی ندارد. نمایندگان مجلس نه از اصل موضوع اطلاعی داشتند و از جزئیات طرح هم مطلع نبودند. نمایندگان وعده دادند بنزین را به قیمت قبل برمیگردانند، اما آیت الله خامنه ای 26 آبان در سخنرانیش از تصمیم افزایش قیمت بنزین دفاع کرد. خب من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سقوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. کمیسیون اقتصادی آن زمان بود که اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت با توجه به تایید رهبر ایران افزایش قیمت بنزین لازم الاجراست. با این حال محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان از نقش نداشتن مجلس در مورد تصمیم افزایش قیمت بنزین انتقاد کرد و بعد هم استعفا کرد، اما سرانجام در سمت خود باقی ماند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت نمایندگان بعد از شنیدن سخنان آیت الله خامنه ای در حمایت از افزایش قیمت بنزین تبعیت از او را لازم دانستند. 3 هفته بعد از افزایش قیمت بنزین، نشریه اینترنتی وبسایت آیت الله خامنه ای فاش کرد که او 2 روز بعد از افزایش قیمت بنزین پیامی محرمانه به نمایندگان مجلس فرستاده و به آنها هشدار داده بود که نمایندگان نباید با تصمیم شورای عالی امنیت ملی مخالفت کنند. به این ترتیب نمایندگان بعد از هشدار آیت الله خامنه ای حرفشان را پس گرفتند. این نخستین بار نبود که آیت الله خامنه ای به مجلس حکم حکومتی یا حکم محرمانه میداد. مثلا 19 سال پیش مانع از تغییر قانون مطبوعات در مجلسی شد که اصلاح طلبان در آن اکثریت را داشتند. 7 سال پیش هم آیت الله خامنه ای نگذاشت محمود احمدی نژاد را برای پرسش به مجلس بکشانند.
فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین مجلس درباره حکمای آیت الله خامنه ای به مجلس میگوید: متاسفانه این سنت با در دوره آقای خمینی شروع شد و در واقع آقای خامنه ای برخلاف میلش مجبور بود به نظر آقای خمینی گوش بده. فکر میکنم اون سنت اونجا گذاشته شد که منتها در دوره آقای خامنه ای این امر خیلی بیشتر به کرات به ویژه در سالهای اخیر تعداد این درخواست‌ها بیشتر و بیشتر شده بود شده است که متاسفانه چنین شرایطی اساسا مجلس رو بی‌معنا می‌کنه. و آنچه که ما از صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای هم متوجه می‌شیم اساسا صرفا مجلس رو به عنوان یک تزیین که بله در ایران هم دموکراسی هست لازم دارن. در اعتراض آبان اگرچه نمایندگان دستور آیت الله خامنه ای برای قبول افزایش قیمت بنزین را پذیرفتند، اما سرکوب گسترده واکنش بعضی از نمایندگان را به دنبال داشت. از آن جمله حرفهای غلامرضا حیدری نماینده تهران خطاب به محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری در یک جلسه غیرعلنی مجلس. حالا آقای نوبخت، حضرت عباسی شما خوابتون میبره؟ اینو خواهش میکنم با آقای روحانی هم منتقل بکنید. خونه‌ای ریخته شده، گردن کیه؟ پروانه سلحشوری نماینده تهران هم در آخرین نطق پیش از دستورش از ساختار حکومت انتقاد شدید کرد. استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها، قدرت نمایی نهادهای موازی در همه احوالات اداری کشور، از مجمع تشخیص گرفته تا شورای نگهبان، از شورای امنیت ملی گرفته تا شورای فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی و اخیراً سگانه سران بابا. کشته شدن صدها نفر گرچه انتقاد بعضی از نمایندگان را در پی داشت، اما عملاً از سطح انتقاد فراتر نرفت. در آستانه انتخابات مجلس با رد صلاحیت‌های گسترده به نظر می‌رسد همان چند صدای اعتراض‌آمیز هم در مجلس بعدی تنین نیندازد. فرین آسمی گزارش می‌داد. فروردین امسال 40 سال از شروع دوره‌ای که به نام انقلاب فرهنگی در تاریخ جمهوری اسلامی نامگذاری شده می‌گذرد. دوره‌ای که در آن طی درگیری‌های خونبار، دانشگاه‌های اشغال و نیروهای مخالف تصفیه شدند. روند گزینش برای دانشجویان، اساتید و حتی کارکنان دانشگاه‌ها پایه‌گذاری شد و صدها نفر از اساتید و دانشجویانی که گفته می‌شد با معیارها و ارزش‌های انقلاب ایران در تضاد هستند، اخراج شدند. همزمان تلاش برای اسلامی کردن متون دانشگاهی به ویژه علوم انسانی آغاز شد. حالا مرکز اسناد حقوق بشر ایران که یک مؤسسه غیر انتفاعی و مستقر در آمریکاست، در مورد روند انقلاب فرهنگی و محدودیت‌های آکادمیک در ایران گزارش جدیدی تهیه کرده. برای تهیه این گزارش با شاهدانی گفتگو شده که مستقیما تحت تأثیر این روند قرار گرفتند. برای اطلاع بیشتر از این موضوع، شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، روی خط اسکایپ با ما هستند. آقای میلانی، خوش آمدید به برنامه. ممکنه اول کمی در مورد این گزارش توضیح بدید و اینکه چه تصویری از انقلاب فرهنگی ایران ترسیم میکنه؟ سلام خدمت شما بینندگان عزیز. ببینید، انقلاب فرهنگی در واقع ما میدونیم که در فروردین و اردیبهشت 59 شروع شده، در واقعیت برمیگرده به همون بهمن و اسفند سال 57 که بحث تغییر بنیادین در دانشگاه ایران در روزنامه‌ها مطرح میشه و در دانشگاه‌ها کمیته‌های تشکیل میشه برای به اصطلاح تصفیه و تغییرات بنیادین و اسلامی کردن دانشگاه، و این بعد به اوج میرسه در طول اون سال تا میرسه به سال 59 و اون وقایع انقلاب فرهنگی. نکته ای که ما در این گزارش میخواستیم روش تاکید بکنیم اینه که در طول 40 سال گذشته این انقلاب فرهنگی تأثیر گذاشته روی دانشگاه ایران و این روند ادامه پیدا کرده بر آزادی آکادمیک در ایران تأثیر گذاشته و دانشجویان بسیاری و اساتید بسیاری همچنان تحت تأثیر هستند و از حقوق خودشون محروم میشن. در این گزارش ما شرح حال 4 نفر رو
توضیح دادیم که در هر کدوم از اینا در یک از 4 دهه گذشته براشون اتفاقات میفته، در 60 70 80 و 90. یک دانشجو بهایی هست که در همون اول انقلاب اخراج میشه، یک دانشجو دیگه هست که خانوادهش بهایی هستن ولی خودش بهایی نیست، ولی در دهه 70 میبرنش در گزینش و مجبورش میکنن که به اصطلاح استشهاد جمع کنه که مثلا بهایی نیست که بتونه به ادامه تحصیل به تحصیلش ادامه بده. یک استاد دانشگاه داریم در دهه 80 که مشکلاتی براش پیش میاد به خاطر صحبت کردن دانشگاه، مثلا حتی به خاطر اینکه به یکی از اقوام آقای احمدی نژاد که به خاطر حجم در کلاس حاضر نمی شده به ایشون اخطار میده که مثلا شما نمیتونید هی برید حج از کلاس عقب میمونید، و این مسئله باعث میشه حراست به دپارتمان ایشون نامه بزنه و این مشکل ایجاد کنه برایشون تا در نهایت ایشون نتونن ادامه تحصیل بدن. و در دهه 90 میرسیم به یک فرد دیگه ای که به خاطر وبلاگشون بازداشت میشن و بعد زندانی میشن و بعد از دانشگاه اخراج میشن، و ایشون دانشجوی فلسفه بودن، بهشون حراست میگه که یا ماموران قوه قضاییه بهشون میگن که بیاید اصلا پایان‌نامه‌تون راجع به ولایت فقیه بنویسید، در حالی که اصلا ایشون موضوعش همچین چیزی نبوده و نمیکنه این کارو. بعدم از دانشگاه اخراج میشه، یه جوری هم درس میده از اونجا اخراج میشه. خب آقای میلانی، حالا اگه یکم بیشتر در مورد نتیجه این روند بخوایم صحبت کنیم، بر اساس این گزارشی که مؤسسه شما تهیه کرده، انقلاب فرهنگی بالاخره به چه نتیجه ای رسیده؟ حالا 40 سال بعد از شروع اون چقدر این روند تغییر کرده؟ ببینید، دو تا مسئله است. یه مسئله اینه که هدف، میشه گفت انقلاب فرهنگی دو تا هدف داشته. هدف اولیش هدف سیاسی بوده که در واقع میخواستن که دانشگاه هایی که اون موقع پایگاه احزاب و گروه های چپ بوده رو از دست اونا در بیارن، و این کار میکنن. شما ببینید در همون بیانیه معروف شورای انقلاب در سال 59 که میگن ظرف 3 روز بعد دانشگاه تخلیه کنن، هدفشون اینه که این گروه های چپ و احزاب چپی ها در واقع دفترشون و صداداشون از اون دانشگاه ببرن بیرون، و در واقع یک تصفیه حسابیه با اونها. این بعد سیاسی انقلاب فرهنگی. اما اون بعد ایدئولوژیکش که بحث اسلامی کردن دانشگاه هاست، در واقع خود بانیان انقلاب فرهنگی مثل آقای سروش که در ستاد رداشوی انقلاب فرهنگی بودن، در داخل بودن در روند بازگشایی دانشگاه ها، خودشون هم میگن که ما نمیتونستیم اسلامی بکنیم، برای اینکه علوم تجربی و طبیعی که نمیشه اسلامی کرد، اصلا ربط نداره. علوم اجتماعی هم در واقع مبناش مسائل علمی و آکادمیک هست و با فقه و این مسائل اصلا کاری نمیشه کرد، و اون در واقع اون شکست خورده، هم بهش معترفن. ولی فقط حالا اون چیزی ازش بازمانده یک سیاست‌های هستش که دانشجوها و استادان کنترل میکنن و از این استفاده میکنن برای نقض آزادی های سیاسی و آزادی آکادمیک و کنترل فضای دانشگاه ها، به جای اینکه واقعا حالا هیچ چیزی اسلامی شده باشه اونطوری که اونا در نظر باشه. متشکرم از شما. شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران. اما اجازه بدید که چند تا از پیام هایی که توی این مدت به دستمون رسیده براتون بخونم. رسول نوشته که اگر قصد سخن درباره اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را دارید، از نام بردن از اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور امتناع کنید، چون هنوز در بحبوحه مذاکرات آمریکا و طالبان هیچ امری در افغانستان قطعی نیست. حمید اما نوشته که آقای عبدالله 4 سال پیش هم بازنده انتخابات افغانستان بود، ولی با به نوشته این شنونده هوچیگری شریک بر حکومت شدند و همیشه در موفقیت‌های دولت حاضر بودند و در اوقات سخت خود را کنار می‌کشیدند. مکنون هم همین گونه عمل می‌کنند، اما سنت بدی برای این کشور می‌گذاره که اصلا خوب نیست. و
روح الله نوشته که به نظرم آمریکا نباید نتایج این انتخابات افغانستان رو به رسمیت بشناسه و یک انتخابات دور دوم با نظارت قوی بین غنی و عبدالله به شکل الکترونیک برگزار کنه و نتایج الکترونیک فعلا اعلام بشه. مرتضی هم نوشته که تا اونجایی که من یادم آقای عبدالله در رقابت با آقای کرزی و آقای غنی همیشه این بازی رو درآورده. وقتی کمیسیون مستقل انتخابات زیر نظر ناظران بین‌المللی هستش و انتخابات تایید کرده، همه باید به قانون تن بدن و نتیجه انتخابات رو بپذیرن. خیلی ممنون از پیام‌هایی که برامون فرستادید. نوبت میرسه به مطلب پایانی این ساعت از چشم‌انداز بامدادی که برنامه هفتگی شیداس به کاویانی هست. مرور ترانه‌های پرفروش بریتانیا. سلام به برنامه این هفته، خوش آمدید. You can see so much in me, so much in me that's new. آهنگ For Your Eyes Only از شینا ایستن. به اکران فیلم جدید جیمز باند بوده. به درخواست یکی از شنونده‌های پرپاورز برنامه طی چند هفته آینده گلچینی خواهیم داشت از محبوب‌ترین آهنگ‌های تم فیلم‌های جیمز باند. این هفته با آهنگ For Your Eyes Only شروع کردیم از شینا ایستن، خواننده اسکاتلندی از سال 1981، ساخته میک لسن و آهنگساز و رهبر ارکستر بیل کانتی، کسی که موسیقی متن فیلم‌های راکی رو ساخت. For Your Eyes Only یکی از موفق‌ترین آهنگ‌های فیلم‌های باند تا به حال هست. اما جالب اینه که کانتی اول دانا سامر و داست اسپرینگفیلد رو برای آهنگ در نظر داشت. او قبلا آلبوم ایستان رو شنیده بود ولی زیاد تحت تاثیر اون قرار نگرفته بود. این درست در زمانی بود که ایستان با آهنگ مورنینگ ترین به صدر جدول آمریکا رسیده بود. سرانجام کانتی بعد از ملاقات ایستان قانع شد تا با او همکاری بکنه. خب این هفته جدول آلبوم ها. آلبوم سوپر ویژن از لغو شماره 20 تازه وارد. جایزه گرمی، نامزد جایزه مرکوری و بریفز، لغو دوباره برگشته به صحنه با سومین آلبومش 6 سال بعد از آخری Trouble in Paradise از سال 2014. ساخته و ضبط شده طی 4 ماه، آلبوم سوپرویژن حس و حال فانک و دیسکوی دهه 80 رو دوباره زنده کرده با صدای منحصر به فرد ادی جکسون، صدایی بین جورج مایکل و مایکل جکسون با ملودی های بسیار جذاب. آلبوم Point of No Return از Those Damn Crows شماره 14 تازه وارد. دومین آلبوم گروه راک Those Damn Crows از ویلز، اولین آلبومشون از سال 2018 Murder and the Motive با استقبال بسیار خوب منتقدین روبرو شد. این آلبوم تهیه شده کولین ریچاردسون، تهیه کننده سلیپ نات، مشین هد و اندی سنید، تهیه کننده اوپن، مگادث و تریویوم. You and me were
نام Foolish Loving Spaces از Blossoms شماره 11 ده رد سقوط. Foolish Loving Spaces سردشین هفته گذشته از Blossoms گروه ایندی راک از شهر استاکپورت بریتانیا. این سومین آلبوم گروهه، اولی هم قبلا به نوک قله رسید. Foolish Loving Spaces آلبومی است پخته و تاثیر گروه‌های مثل Talking Heads, The Strokes و حتی ابا رو میشه در اون شنید. آلبوم در اسکاتلند هم دومه. But I just wanna keep myself close. Nothing hurts like being blindsided by love. Nothing hurts like thinking I'm not good enough. آلبوم No One Else Can Wear Your Crown از O Wonder شماره 8 تازه وارد. او واندر گروه پاپ دو نفره از لندن، اولین آلبومشون از سال 2015 بیش از 1 میلیون نسخه فروش داشت در دور دنیا. این آلبوم سوم اساسهای کمتری استفاده کرده تا فضای بازتری به ترانه ها بده. خواننده گروه گوچ گفت این مخصوصا بوده، ما اول آهنگ ها رو روی پیانو میسازیم، بعد به استودیو میریم و به اون نزدیک به 200 صدا اضافه میکنیم و بعد دوباره اون آهنگ رو کم میکنیم تا به 10 تا برسیم. این میشه اسکلت آهنگ. خب قبلی ها 10 ام هانچو، 9 هری استایلز از اینا رد میکنیم، 7 ستومزی، 6 بیلی آیلیش، 5 اتشورن، 4 جی هاس، 3 امینم، 2 لویس کپالدی. این هم سردنشین این هفته. آلبوم Father of All از Green Day پر فروش ترین آلبوم بریتانیا. Father of All از Green Day گروه پانک راک آمریکایی یک ضرب سردشین این هفته شد، چهارمین آلبوم سردشینشون در کل. این 13 آلبوم گروه بیش از 23,000 نسخه فروش داشته و 3,800 نسخه هم به صورت صفحه بوده. آلبوم در اسکاتلند و استرالیا هم در رده اول قرار داره. خب پایان برنامه گوشه فرد. به کاویانی ترانه های پرفروش هفته در بریتانیا را مرور میکرد. به این ترتیب به پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی امروز رسیدیم. با ما باشید تا ثانیه های دیگر. ساعت دوم را با بولتنی از خبرهای جهان ادامه میدهیم.